سلام در این بخش خبری توجه شما را به مهمترین گزارش های ایران و جهان جلب می کنیم. معاون عربی و آفریقایی وزارت و امور خارجه به عربستان رفته است و رسانه ها می داعش عاملی برای نزدیکی دو کشور ایران و عربستان شده است حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به ریاض سفر کرده روز گذشته با مقامات این کشور دیدار کرد و در یک نشست خبری با وزیر امور خارجه عربستان بر اهمیت برقراری صبات و امنیت منطقه تأکید کردند. به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانهی وزارت امور خارجه حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه شب گذشته در جده با شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد در این دیدار پیرامون روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای به ویژه اوضاع جاری در منطقه بحث و تبادل نظر شد همچنین فرایند اقدامات تروریستی توسط گروه داعش مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت برقراری ثبات و امنیت منطقه‌ای تأکید شد. خبرگزاری ایرنا هم نوشته است طرفین در این دیدار گشایش صفحه جدیدی در روند مناسبات سیاسی دو کشور و دیدار وزرای خارجه دو کشور در ریاض و تهران را ضروری دانستند. وبسایت پیام نو نوشت که پیگیری های این رسانه نشان داده که استفاده از روغن پالم در سایر صنایع مواد غذایی نظیر ماست های پرچرب بستنی روغنهای نباتی در ایران در مقایسه با شیر پرچرب بیشتر است و تا کنون نیز کارخانه های معتبر با مجوز وزارت بهداشت از این روغن استفاده می کردند. وبسایت پیام نو در پایان هم نوشته که با نوع اطلاع رسانی وزارت بهداشت و شخص وزیر درباره وجود روغن پالم در مواد لبنی خسارت های گوناگونی متوجه جامعه و برخی کارخانه ها شد و باید منتظر ماند و دید دکتر قاضیزاده وزیر بهداشت به این اشتباه اعتراف می کند یا منتظر می باند تا این موضوع زیر قبار حوادث گوناگون و دلمشغولی رسانه ها به موضوعات دیگر به دست فراموشی سپرده شود تا کنون که جناب وزیر راه دوم را برگزیده است. گفتنیست پیشتر دو وزیر بهداشت و دادگستری تهدید کرده بودند که اسامی کارخانه که از روغن پالم استفاده کردهاند را افشا خواهند کرد اما نه تنها آنها این کار را نکردند بلکه کارخانه ها میگویند در استفاده از روغن پالم مجوز وزارت بهداشت را داشتند وبسایت الف از انقلابیون سابق همانند اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی خواسته توضیح دهند که اگر انقلابیگری نادرست است چرا پیشتر به همین بهانه افراد معتدل را به انزوا میکشاندند؟ این سایت با انتقاد از این افراد نوشته سیاستمداران متوهم نشوند چرا که به نوشته این سایت نزدیک به احمد توکلی اقبال مردم بانها با از بد روزگار است وبسایت الف نزدیک به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس در یادداشتی تند به انتقاد از مشی هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام و حسن روحانی رئیس جمهور پرداخته است در این یادداشت آمده سیاستمداران متوهم نشوند اقبال مردم به آنها از بد روزگار است ما ایرانی ها انتخاب های حد اقلی داشتیم برای همین هم از سرس هاشمی به احمدی نژاد پناه میبریم و از سرس جلیلی به روحانی این انتخاب ها اساسا انتخاب مطلوب نیستند که ما را به پیش ببرند این افراد صرفا برای این انتخاب می شوند که کف مطالبات ما مردم ناچار را پیگیری کنند وگرنه کف کجا و سقف کجا به الف اکنون فضای اکثریت به سود روحانی و دولتش است بنابراین طبیعی است که رفتار مجلس به نوعی تقابل با خواست خیلی از افراد جامعه است الف در ادامه از انقلابیون سابق مثل اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی خواسته توضیح دهند اگر انقلابیگری نادرست است چرا پیشتر به همین بهانه افراد معتدل را به انزوا میکشاندند. نویسنده یادداشت افزوده، اگر هاشمی امروز از گذشته براعت می جوید خوب است از گذشتگان نیز پوزش بخواهد و به عنوان یکی از استانه همین نظام بگوید چرا در آن سالها افراد معتدل را به انزوا میکشاند. این سایت نوشته، مگر رفتار روحانی با و رفتار هاشمی با نهزت آزادی انقلابیگری نبود؟ مگر بازرگان جزی می گفت که هاشمی امروز می گوید؟ پس چرا هاشمی صادق نیست؟ هاشمی و روحانی روزی انقلابی بودند اما مهندس بازرگان در همان روز که اینها انقلابی بودند معتدل نامیده میشد و این را آنها خود میدانستند و میفهمیدند با این حال آنها انقلابیگری را میپسندیدند احمدی نژاد هم با گفتمان انقلاب کسب و کار را آغاز کرده بود این هر سه روزی به گفتمان انقلاب نظر داشتند نکته اینجاست که انقلابیگری در طول زمان وجود داشته است اگرچه مصداق افراد انقلابی تغییر یافته است الف در پایان هم نتیجه گرفته تمام نظر و سخن محقق این است که چرا بزرگان نامدار ما صادق نیستند احمد توکلی یکی از نمایندگان میان روی مجلس است که در طیف اصولگرای مجلس قرار دارد او متهم به زمین خاریز و آشکارا بارها اعلام کرده که سایت الف متعلق به اوست این سایت در ماه اخیر انتقادهای تندی را متوجه تیم رفسنجانی و بخش دیگری از حاکمیت کرده است عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت از فعالیت گشت های موتوری که مجوز قانونی نداشته باشند جلوگیری خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا عبدالرزا رحمانی فضلی گفت هر فعالیت اجتماعی در داخل کشور باید مبتنی بر قانون باشد. هر کدام مجوز قانونی نداشته باشند ما مانع فعالیت های آنها می شویم. عبدالحمید محتشم دبیر کل انصار الله تیر ماه سال جاری گفته بود گشت های موتورسوار انصار الله با هدف امر به معروف و نهی از منکر به خیابان ها باز میگردند و یفسود این گشت ها نیازی به مجوز ندارند و تداخلی هم با گشت های متعارف نیروی انتظامی ندارند دخالت سپاه و بسیج و انصار الله در کنترل پوشش زنان و جوانان استقرار گشت های بازرسی و برخورد‌های خشن با گروه های مختلف اجتماعی و هجوم به میهمانی ها و جشن های عروسی روش است که در چند دهه اخیر توسط بعضی نهادهای نظامی و شبه نظامی حتی پیش از ایجاد گشت ارشاد یا طرح افاف و هجاب یا حتی همزمان با آن برای کنترل و دخالت در نوع پوشش در ایران وجود داشته است. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با هشدار نسبت به بروز اختلافها ها درباره اختیارات رئیس جمهوری در قانون از دولت و مجلس خواست حدود این اختیارات را تعیین کنند آقای منتظری در جلسه این هفته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره اختیارات رئیس جمهوری در ایران بر اساس اصل 113 سخن گفته و به تفسیر شورای نگهبان از این اصل اشاره کرده است. وی گفته عبارت تنظیم روابط قوای سگانه که در این اصل از مسئولیت اجرایی رئیس جمهوری بود حذف شده چرا که شاعبه دخالت در امور سایر قوا را ایجاد می کرده. رئیس دیوان عدالت اداری خطاب به کسانی که مدعی هستند رئیس جمهور می تواند در همه مسائل وارد شود گفته باید به تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی توجه کنند وی بر اساس تفسیر شورای نگهبان گفته مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است منتظری بر اساس همین تفسیر افسوده در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارند حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارند. حسن روحانی هفته گذشته اعلام کرد در آینده نزدیک اجرای اصولی از قانون اساسی را آغاز کرده و به مردم درباره تأخیر آن توضیح خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا محمود علیزاده تباتبایی گفت نسبت به کار گذاشتن شنود در جلسه قبلی دادگاه مهدی هاشمی اعتراض کرده ایم وی اضافه کرد کار گذاشتن شنود در جلسه دادگاه غیرعلنی جرم عمومی است و این موضوع را پیگیری می کنیم بعضی در دادگاه شنود گذاشتند و مطالب را منتشر کردند که ما امروز نسبت به این موضوع اعتراض خواهیم کرد وحید ابوالمعالی دیگر وکیل مهدی هاشمی نیز گفت با وجود اینکه جلسه دادگاه غیر علنی است اما برخی مطالب ما در برخی رسانه های خاص منتشر می شود و نسبت به این موضوع گلمند هستیم و به طور قطع شکایت خواهیم کرد نشریه نوه دی با مدیر مسئولی حمید رسایی نماینده تهران یکی از رسانه است که به گفته محمود علیزاده تباتبایی جزئیات دادگاه مهدی هاشمی را منتشر کرده است این هفته نامه در تازه ترین شماره خود گزارش ویژه از اسناد فساد مهدی هاشمی منتشر کرده که این اقدام با واکنش وکیل آقای هاشمی مواجه شده است. این هفته نامه که توسط حمید رسایی اداره می شود با انتشار جزئیات تازه از اتهامات مهدی هاشمی نوشته این جزئیات را از منابع خارجی به دست آورده و منتشر کرده است. نوهده افسوده خانواده هاشمی نمیتواند این اسناد را ساخته دست منتقدان داخلی خود جلوه دهد به نوشته این هفته نامه دستگاه های قضایی و امنیتی در نروژ، سوئیس و آمریکا متفق القول به نقش مهدی هاشمی رفسنجانی در فساد استات آیل اشاره کردند. محمود علیزاده تبا تبایی گفت روزنامه نوهدهی مطالب جلسات قبلی دادگاه موکلم را که همگی غیرعلنی علنی بودند منتشر کرده است پیش از این نیز مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی نسبت به نحوه انعکاس خبرهای دادگاهش در برخی رسانه ها اعتراض کرده بود وی پس از اولین جلسه دادگاه خود با انتقاد از مطالب برخی رسانه‌ها درباره دادگاه خود نوشته بود اینها رسانه نیستند ما با یک دستگاه عریض و طویل اطلاعاتی مواجه هستیم که رسانه مکتوب اینترنتی و تصویری هم دارد محمود علیزاده تباتبایی وکیل مهدی هاشمی همچنین خبر داد که جلسه بعدی دادگاه موکلش روز سهشنبه ساعت نه صبح برگزار می شود. سومین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی 27 مرداد ماه در شعبه 28 دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی برگزار شد. اولین و دومین جلسه دادگاه مهدی هاشمی در روزهای شنبه و یک شنبه 11 و 12 مرداد در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به طور غیر علنی برگزار شد. وحید ابوالمعالی وکیل مهدی هاشمی در مورد اینکه آیا در آینده جلسه دادگاه علنی برگزار خواهد شد یا نه گفت تقاضا کردیم که جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار شود و هنوز مشخص نیست که این اتفاق بیفتد وی تصریح کرد هنوز ابتدای راه است و برای پایان دادگاه نمیتوان زمانی را مشخص کرد وکیل مهدی هاشمی در مورد انتشار مطالبی در تلویزیون درباره دادگاه موکلش گفت در بخش خبری 20 و سی مطلب را گزینشی منتشر می کنند نام مهدی هاشمی بهرمانی به عنوان یکی از رهبران آشوب های پس از انتخابات 88 در دادگاه های متهمان آن وقایع و رسانه های اصولگرا مطرح شده بود در کیفرخواست دادستانی وقت و بسیاری از سایتها و مطبوعات اصولگرا نیز آقای هاشمی متهم شده بود که با پرداخت مبالغی کلان عده از عرازل و اوباش را برای به آشوب کشیدن تهران اجیر کرده بود مهدی هاشمی دوم مهر ماه سال 1391 پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد وی 28 آذر 1391 پس از نزدیک به سه ماه حبس با قرار وسیقه آزاد شد جلسه نخست دادگاه پسر رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام شنبه 11 مرداد برگزار شد و خبرگزاری فارس گفت که در آن جلسه فعلا به اتهام های مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات اویل و سازمان بهیسازی مصرف سوخت آقای هاشمی رسیدگی شده است عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تهدید کرد که از روند بازشماری آرا خارج می شود یکی از اعضای ارشد ستاد عبدالله عبدالله به خبرگزاری ها گفت که کمیسیون انتخابات هیچ قصدی برای دور ریختن آراء مخدوش ندارد او افزود که اگر خواستهای آنها تا روز چهارشنبه برآورده نشود از روند بازشماری خارج می شوند قرار بود عبدالله عبدالله و اشرف قنی احمد زیر رقیب او روز سهشنبه با حامد کرزای دیدار کنند آقای کرزای تأکید کرده است که مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید در هر حال طبق برنامه در دو سپتامبر کمتر از یک هفته دیگر برگزار خواهد شد. خبرگزاری فرانسه از قزه گزارش داد با آغاز آتش طولانی مدت مورد توافق اسرائیل و فلسطینی ها هزاران نفر در غزه برای ابراز شادمانی به خیابان ها ریختند و برخی تیر هوایی شلیک کردند. روز گذشته پس از بیش از یک ماه درگیری میان اسرائیل و فلسطین و کشت و زخمی شدن بسیاری از مردم دو طرف بر سر آتش بس دراز مدت توافق کردند. این آتش بس با میانجیگری دولت مصر به دست آمده است خبرگزاری فرانسه گزارش داد هزاران نفر از فلسطینی ها از جمله افرادی مسلح که برخی عضو حماس بودن لحظاتی پس از آغاز آتش در ساعت 16 گرینویچ به خیابان ها آمده و اقدام به شلیک تیره هوایی به نشانه شادی کردند. گروه هماس نیز در مساجد غزه از یا بانگ الله اکبر پخش می کردن. گفته نیز هماس که بر نوار غزه تسلط دارد روز سهشنبه از توافق بر سر آتش بس دراز مدت با اسرائیل خبر داد که با میانجیگری دولت مصر به دست آمده است به گزارش خبرگزاری رویتر سامی ابو زهری سخنگوی حماس در غزه گفت توافق میان طرفین حاصل آمده و ما اکنون منتظر قاهره هستیم که آن را اعلام کند و مشخص شود که ساعت صفر برای اجرای توافقنامه چه زمانی خواهد بود گزارش دیگر این خبرگزاری از قول یک مقام اسرائیلی خبر آتش بس دراز مدت را تایید می کند این مقام اسرائیلی که در گزارش رویترز به نام او اشاره نشده گفته است اسرائیل طرح مصر برای آتش بس کامل و نامحدود از نظر زمانی را پذیرفته است گزارش رسانه های ملی دیگر نظیر خبرگزاری آلمان نیز عنوان می کنند که اسرائیل خبر دستیابی به توافق بر سر آتش بس طولانی مدت را تایید می کند. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام فلسطینی که نام وی اعلام نشده است خبر داده که آتش بس از ساعت پنج اصر روز گذشته به وقت گرینویچ اجرا شد ولی تلویزیون دولت مصر گفته که آتش بس یاد شده ساعت چهار عصر برقرار شد. بر اساس گزارش رویترز و به نقل از مقام های فلسطینی آمده که طرح آتش بس قاهره طرفین را به توقف نامحدود مخاسمه فرا میخواند و خواستار بازگشایی راه های ارتباطی غزه با اسرائیل و مصر و نیز گسترش منطقه مجاز برای ماهیگیری در مدیترانه می به گفته این مقامات گام بعد در این رابطه مهاینده برداشته می شود زمانی که اسرائیل و فلسطینیان درباره ساخت و ساز بندر غزه به گفتگو می پردازند و اسرائیل زندانیان حماس در کرانه باختری را آزاد می کند ساعتی پیش از اعلام این توافق اسرائیل با بمباران بلندترین ساختمان های غزه یک ساختمان 13 طبقه یک برج اداری و بخش بزرگی از یک ساختمان 16 طبقه را ویران کرد. رویترز می نویسد که قبل از انجام این حملات به ساکنان ساختمان ها هشدار داده شده بود که آنجا را ترک کنند و به همین خاطر گزارشی از تلفات انسانی مربوط به انهدام این ساختمان ها منتشر نشده است. ارتش اسرائیل ما از اظهار نظر ویژه درباره این حملات خودداری کرده و تنها گفته است که 15 پایگاه ترور هدف قرار گرفته از جمله ساختمانی که مقر فرماندهی حماس است اسرائیل و گروه های فلسطینی در جریان جنگ اخیر غزه در مواردی بر سر آتش بس موقت چند روزه به توافق رسیدند اما گاه در میانه مذاکرات برای تمدید آتش بس جنگ دوباره از سر گرفته میشد. مقامات بهداشت و درمان فلسطین میگویند که در این جنگ 2129 فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامی بودند از جمله 490 کودک از طرف اسرائیل نیز 64 نظامی و 4 غیر نظامی کشته شدند ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که برای حمله به گروه داعش با حکومت بشار اسد همکاری نکرده و منتظر اجازه دمشق نمی ماند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هشدار داده بود که ریشهکن کردن سرطان گروه دولت اسلامی آسان و سریع نخواهد بود ولی افراتیونی که جیمز فولی روزنامه نگار آمریکایی را به قتل رساندند شکار خواهند شد و آمریکا جنایات آنها را فراموش نمی کند دولت اوباما هم اکنون دستور داده است که پروازهای جاسوسی بر فراز سوریه انجام شود تا برای هر گونه حمله احتمالی به گروه دولت اسلامی آمادگی وجود داشته باشد. این در حالی است که حکومت بشار اسد در سوریه به واشنگتن هشدار داده است که برای هرگونه عملیات هوایی در خاک این کشور نیاز به مجوز دمشق است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت واشنگتن رژیم اسد را که مسئول جنگ داخلی این کشور است به رسمیت نمیشناسد و پیشنهاد دمشق برای تلاش مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم را رد می کند. و اظهار داشت همزمان که تهدید تروریسم را مورد توجه قرار می دهیم هیچ برنامه ای برای همکاری با رژیم اسد نداریم جنساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفته که هنوز تصمیمی برای انجام عملیات نظامی گرفته نشده است ولی هر زمان که پای منافع آمریکا به میان آید ما از رژیم سوریه درخواست مجوز نمی کنیم. ولی در معلم وزیر امور خارجه سوریه هفته جاری گفت که سوریه مایل است با جامعه بین المللی در زمینه مبارزه با گروه دولت اسلامی همکاری کند. نشریه انگلیسی سندی تایمز یک خواننده رپ بریتانیایی را از دید سرویس های اطلاعاتی این کشور مزنون اصلی قتل جیمز فولی روزنامه‌نگار آمریکایی آمریکایی رو بوده شده محسوب می داند. به گزارش دویچه بله مبنای این گزارش یادداشتی از فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا و نقل قولهایی از مقامات ارشد دولتی است گما می رود که عبدالمجید خواننده 23 ساله از لندن همان کسی است که در برابر دوربین فیلم برداری جیمز فولی را گردن زد گروه دولت اسلامی داعش این روزنامه نگار و عکاس آمریکایی را در ماه نوامبر 2012 در سوریه ربوده بود. در ویدئویی که هفته گذشته منتشر شد، انگیزه قتل جیمز فولی به مصابه تلافی حمله هوایی آمریکا به شمال عراق عنوان می شود. در این ویدئو مردی نقاب زده مشاهده می شود که با لحجه بریتانیایی صحبت می کند. مقامات بریتانیایی اینک در تلاش شناسایی این فرد هستند پیتر وست مکوت سفیر بریتانیا در آمریکا تایید کرده که مقامات کشورش در آستانه شناسایی قاتل هستند و هر کاری بتوانند برای شناسایی صاحب صدا انجام میدهند این تلاش با استفاده از مدرنترین ترین فناوری های تشخیص صوت صورت خواهد گرفت در همین حال گروگان های سابق داعش گفتند که فرد سخنگو در ویدئوی مربوطه را به خاطر لحجه انگلیسیش جان می دند. آنها شهادت می دند که در مجموع سه بریتانیایی از گروگان ها مراقبت می کردند. این تیم سه نفری که از سوی اوسرا لقب بیتل ها را گرفته و به اسامی جان رینگو و پل خوانده می شوند اینک به نظر می رسد که پشت نقاب جان عبدالمجید پنهان شده باشد او فرزند یک وکیل مصری به نام عادل است که در سال 1993 به عنوان پناهنده سیاسی به بریتانیا مهاجرت کرد پدر عبدالمجید از لندن به شبکه تروریستی القاعده متصل شد او به نوشته سندی تایمز در سال 1998 به تام مشارکت احتمالی در بمبگذاری سفارتخانه های ایالات متحده در کنیا و تانزانیا محاکمه و زندانی شد و در سال 2012 پس از یک سال مناقشه حقوقی به آمریکا مسترد شد متجاوز از دویست نفر در این دو بمبگذاری جان خود را از دست دادند عبدالمجید به همراه پنج خواهر و برادر و مادر خود بزرگ شده و از نوجوانی به موسیقی رپ روی آورده است ترانه های او حتی در سال 2012 از رادیوی دولتی بریتانیا پخش شدند در آغاز یکی از این آوازها از گروه موسیقی XX با نام شروع عبدالمجید درباره اعتیاد و اعتراض به دستگیری پدرش حرف میزند او در این ترانه که در ماه مارس 2012 پخش شد از جمله میگوید غرور و عزت پدرم را به من پس بدین قسم می خورم روزی که این غرور و عزت برگرده جان دو پلیس را بگیرم او ادامه میدهد که من فقط شش سال داشتم حالا منتظر باشید که جوابتون رو با اسلحه بدم روزنامه سندی تایمز می که عبدالمجید عکسی از خود نیز در توییتر منتشر کرده که سری از بدن جدا شده را بالای دست گرفته و زیرا نوشته است من و هم خانم با چیزی که ازش باقی مانده است حساب کاربری او در توییتر در حال حاضر فعال نیست گفتنی طبق برآورد سرویس امنیتی بریتانیا هر ماه به طور میانگین 20 نفر با گرایش‌های افراطی از این کشور برای پیوستن به شبه نظامیان اسلامگرا به سوریه یا عراق میروند تخمین زده می شود که تاکنون در مجموع 500 بنیادگرای بریتانیایی به سوریه یا عراق رفته باشند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که برای شرکت در مراسم تحلیف رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری جدید ترکیه روز پنجشنبه هفته جاری 28 اوت به این کشور سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر محمد جواد ظریف این مطلب را در نشست خبری مشترک با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق بیان کرد. بر اساس اعلام رسانه های ترکیه نه رئیس جمهور، 8 نخست وزیر، نوزده وزیر و پنج رئیس دولت از کشورهای جهان در مراسم تحلیف رجب طیب اردغان رئیس جمهور جدید ترکیه که روز پنج شنبه برگزار می شود شرکت می کنند. وزیر امور خارجه فنلاند اعلام کرد که آمریکا و روسیه در ماه جوان در یکی از جزایر فنلاند دیداری محرمانه درباره بحران اوکراین داشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه فنلاند اعلام کرد این دیدار محرمانه در جزیره‌ای در ساحل جنوبی فنلاند انجام شده، اما فاش نکرد که چه مقامهایی یا در چه سطحی در این دیدار حضور داشتند. آمریکا و اتحادیه اروپا در های گذشته روسیه را به حمایت نظامی از شبه نظامیان جدایی طلب شرق اوکراین متهم کرده و تحریم های علیه روسیه اعمال نموده است این در حالی است که با وجود فشارهای غرب به روسیه و دیپلماسی پشت پرده و دیدارهای محرمانه ماننده آنچه فنلاند فاش کرده است درگیری های نظامی در شرق اوکراین هنوز ادامه دارد کمیته پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که در فاصله یک هفته گذشته در اثر واژگون شدن سه کشتی حامل آوارگان لیبیایی در آبهای مدیترانه 300 نفر از آوارگانی که قصد فرار به کشورهای اروپایی را داشتند جان خود را از دست دادهاند. ملیسا فلمینگ سخنگوی کمیته پناهندگان سازمان ملل با بیان اینکه در سال جاری نزدیک به 1900 نفر از آوارگان لیبیایی هنگام فرار از این کشور در اثر سوانه دریایی جان خود را از دست دادند شمار قربانیان این گونه سوانه در سه ماهه اخیر را 1600 نفر اعلام کرد نتایج یک تحقیق مستقل در بریتانیا که در آستانه گشایش مدارس این کشور منتشر شد، حاکی از اذیت و آزار جنسی حدود 1400 کودک در شهر روترهام واقع در یورکشایر جنوب بریتانیا است. بر اساس نتایج این تحقیق که به سفارش شورای محلی روترهام صورت گرفته، مشخص شده است که این کودکان از سال 1997 تا سال 2013 میلادی مورد اذیت و آزار و سوء استفاده جنسی قرار گرفتند در این گزارش اذیت و آزار و سوء استفاده های جنسی صورت گرفته از این کودکان قربانی که برخی از آنها تنها 11 سال داشتند وحشتناک توصیف شده و تأکید گردیده که این روند تا کنون ادامه داشته است به دنبال انتشار این گزارش رئیس شورای شهر روترهام به دلیل آنچه آن را یک شکست آشکار دست جمعی به منظور متوقف کردن بهره برداری جنسی از کودکان این شهر طی 16 سال گذشته خواند استعفا کرد. محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهور اسلامی میگوید که 75 هزار طرح و پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای اتمام آنها به 4 میلیون و 170 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است. خبرگزاری ایرنا از قول شریعت مداری گزارش داد با توجه به حجم منابع محدود مالی کشور حدود 24 سال طول می کشد که این طرحها و پروژه ها به اتمام برسند. قبلا برخی نمایندگان مجلس و بعدها مقامات دولت یازدهم نسبت به تصمیم های خلق و ساعه، احساسی و تبلیغاتی دولت محمود احمدی نژاد در جریان سفرهای استانی انتقادهای زیادی مطرح کرده بودند. آی احمدی نژاد در دو دور ریاست جمهوریش 107 سفر استانی داشت که به گزارش خبرگزاری مجلس در 25 دی پارسال تعهداتی که دولت با تعریف پروژه های جدید در استانها بر عهده گرفته 32 درصد انجام شد و 68 درصد برای دولت بعدی باقی ماند با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم با سپاس از همراهی شما شاد و سربلند باشید